سلام دوستان، چطورین؟ امیدوارم حالتون خوب باشه. به کانال من خوش اومدید. اگر تازه وارد کانال من شدید لطفا سابسکرایب کنید، لایکتون نره. خب امروز میخوام یه سری راز و رمزای سالاد الویه رو بهتون آموزش بدم. بله، ببینیم که داشته باشیم. یه مقدار نخود فرنگی نیاز داریم، یک کاسه کوچیک تقریبا، مرغ آبپز شده، دو عدد تخم مرغ آبپز شده، سیب زمینی آبپز، هویج آبپز، خیارشور و نون ساندویچی. من از نون مکدونالد استفاده کردم. نون مکدونالد یه خورده شیرینه، یه طعم خیلی جالبی به سالاد الویه میده. یه سری نکته ها رو حتما بهتون میگم، توجه کنید. خب بریم که داشته باشیم. اول مرغ. بچه حواستون باشه مرغ رو خب که خواستید آب پس کنید، یه نکته خیلی مهمی، مرغ که خواستید آب پس کنید حتما یکم شور، یکم نمک زیادی بهش بزنید، چون مرغ وقتی میره تو سالاد چه اتفاقی میفته؟ طعم خودشو از دست میده. یکم باید شور بپذیرش. من یه خورده بهش زرچوبم زدم، خیلی کم، رنگش عوض شده، مهم نیست زیاد. بعد یه نکته دیگه بچه ها، اصلا از نظر من سینه کامل استفاده نکنید. خب بیشتر سعی کنید هم سینه استفاده کنید، سینه مرغ استفاده کنید، هم رون مرغ، چون سینه یه خورده خشکه، شاید طعمش زیاد جالب نشه. بچه حتما آره حمایت از من سابسکرایب بزنید، ویدیو رو شیر کنید تو فیسبوک یا حالا هر شبکه اجتماعی دیگه که دارید. خب بچه ما مرغمون رو شیش کردیم. حالا مرحله بعد خرد کردن خیارشور و خرد کردن هویجه. بچه سعی کنید خیارشورتون اصلا رنده نکنید، خرد کنید، چون خیلی خوشمزه‌تر میشه طعمش. نگینی خرد کنید به این صورت. خرد میکنیم کاملا ریز. خب حالا میریم سراغ هویج. بچه توجه کنید هویج رو موقع آبپز کردن به هیچ وجه نذارید زیاد آبپز بشه، چون له میشه، خورده طعم خیلی شیرینی هم میگیره، ممکنه چه اتفاقی بیفته، ممکنه یه خورده طعم سالادتون رو به هم بریزه. حالا میرم سراغ چی؟ سراغ سیب زمینی. میتونید رنده کنه سیب زمینی، ولی من ترجیح میدم سیب زمینی رو له کنم. بچه خیلی از من پرسن چیکار کنیم که سالاد الویه‌مون زیاد نیاز به مایونز نداشته باشه. اینجا میتونید شما یه مقدار کره آب شده به سیب زمینتون یا یه مقدار روغن زیتون به سیب زمینی اضافه کنید و مخلوطش کنید، ولی خب چون من کره زیاد دوست ندارم پس بهش اضافه نمی کنم، ترجیح میدم مایونز اضافه کنم. سیب زمینی رو له کردیم، حالا یه مقدار نمک بهش اضافه میکنیم. برای دوستانی که میخوان توی مهمونی
سالاد الویه درست کنم توجه کنید بچه ها، تو مهمونی وقتی میخواین سالاد الویه درست کنیم یه تعداد مثلا تخم مرغ آبپز کردید، مثلا 10 تا تخم مرغ آبپز کردید، سعی کنید 5 تا از زردهاشو بذارید کنار یا دور بریزید یا حالا بدید یکی بخوره. زرده زیاد باعث میشه که سالاد الویه‌تون بو بگیره. خب دو تا تخم مرغ من بهش اضافه میکنم و خب من این دوتا رو میکس کردم بچه ها با هم، ببینید به چه صورت شد. میبینید تخم مرغ نباید خیلی ریز بشه یا له بشه، فقط خوب میکسش کنید. خب حالا موقع اضافه کردن چیه؟ موقع اضافه کردن مرغمونه. خب این دستش میکشیم به صورت بچه، یه سری مواد که خیلی نرم شده رو که باعث میشه موقع همزمان له بشه اضافه نمی کنن، مثلا هویج یا نخود فرنگی پخته شده اینا له میشه، اینا رو میذاریم آخر کار. خب مرغ و با سیزنی و تخم مرغ مخلوط میکنیم. حالا موقع اضافه کردن سس مایونز بچه، خیلی ها میان آب مرغ رو به سالادشون اضافه میکنن، این کار اشتباهه، باعث میشه سالاد یه خورده شل بشه، خودشو ول کنه. میدونید این کار درستی نیست، پس ما آب مرغ رو به سالادمون اضافه نمی کنیم. میتونیم مثلا سیب زمینی رو تو آب مرغ آب پس کنیم، ولی خب نمیشه آب مرغ رو بریزیم تو سالاد، یه خورده بد میشه. من این دوتا رو میکس کردم، حالا میریم سراغ سس مایونز. بچه از هر سس مایونزی میتونید استفاده کنید، حتی سس مایونز خونگی اگر بلد باشید خیلی خوبه. سعی کنید سس مایونزه که خورده چربی بالاتری دارن یا سس مایونزه خامه بهش میگن، کره‌ای میگن، از اونا میتونید استفاده کنید. چند تا قاشقش اضافه میکنیم. بله. خب اینجا مایونزمون رو اضافه کردیم. مثلا سس مایونز مثل سسای هزار جزیره، سس مثلا چیلی، اینا رو هم دیگه سلیقه‌ای میتونید اضافه. خوب میکس کردیم. حالا اتفاق میفته، یه نکته من فراموش کردم بچه ها بهتون بگم، سعی کنید موادتون رو بذارید قبل از میکس کردن بذارید خوب خنک شه، چون وقتی که میخواین بهش سس مایونز اضافه کنید اگر موادتون داغ باشه یه شوک به سس مایونزتون وارد میشه و باعث میشه که سس فاسد بشه. خب پس چیکار کنید؟ سعی کنید موادتون رو خوب بذارید خنک بشه، بعد بهش میکس کنید، بعد بهش سس مایونز. خب در آخر کار ما چیکار میکنیم؟ بهش خیارشور و هویجمون رو اضافه میکنیم. وقتی سالادتون شل نباشه خیلی خوشگل میتونید قالب بزنید و تزیینش کنید. یکم هم من سس مایونز چیلی میزنم چون بچه ها خیلی دوست دارن. انواع رنگ ها رو شما میتونید توی این سالاد ببینید، سبز، نارنجی، زرد، قرمز، آبی، بنفش، صورتی، اینا رو علیکی گفتم. خب حالا تو مرحله آخر چی بهش اضافه میکنیم؟ نخود فرنگی، یه نصف نخود فرنگی رو، نصف یه ظرف رو بهش اضافه میکنه، اینو میذاری واسه تزیینش. حالا چیزه دیگه هم میتونید نگه داری واسه تزیین. خب نخود فرنگی رو هم میتونید نگه داری، خیلی فشار نده چون نخود فرنگی تا
پخته شده له میشه توش. بعد من توصیه میکنم حتما یه بارم که شده با نون مکدونالد. دیگه این نونای ساندویچی یک کم طعم شیرین دارن. خب شاید بعضی دوست نداشته باشن ولی من یه بار امتحان کنید اینو، خیلی خوبه. یه نکته دیگه، حتما یک ساعت سالادتون رو بذارید تو یخچال بمونه، یکم بهتر میشه. خب دوستان اگر این ویدیو رو دوست داشتید حتما لایک کنید، منو سابسکرایب کنید، حمایت کنید، ممنون میشم. تو شبکه‌های اجتماعی شیر بدید این ویدیو رو اگر بهتون کمک کردم. خداحافظ.